سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. بریم سراغ ادامه بحث گیت. یادتون باشه دو جلسه قبل من یه چیزی گفتم، گفتم راجع به گیت ریپوزیتوری صحبت کردیم و گفتم که در حقیقت شما علاوه بر لوکال ریپوزیتوری میتونید گیت ریپوزیتوری هم داشته باشید. یه وبسایت هم معرفی کردم اونجا به نام گیت هاب. گیت هاب چیکار میکرد؟ گیت هاب یه هاستینگی شما تصور بکنید که شما میتونید کداتون اونجا قرار بدید. اما شاید سوال پیش بیاد اصلا چرا باید این کارو بکنیم. بریم تو سایت گیت هاب. قبلش هم من وبسایت دوستم معرفی کنم تو یادم نرفته، برای خرید کفش. خب بیایم اینجا. اوکی، فرض کنید شما یه ریموت ریپوزیتوری دارید، فرض کنید همین گیت هاب رو تصور کنید. خب سه نفر هستید، دارید روی پروژه کار میکنید، شخص اول اگر کامپیوترش به هر دلیل دچار مشکل بشه و هاردش رو از دست بده، تمام کداش رو از دست میده. برای همین شما به یه چیزی شبیه گیت هاب نیاز دارید که کداتون اونجا قرار بدید. خیالتون راحت بشه که اگه سیستم خودتون دچار مشکل شد، کداتون از دست ندید. این یه بحثه. بحث اون که شما میتونید کداتون رو که وقتی داخل گیت هاب میذارید همزمان چندین نفر رو اون پروژه کار کنن. این همزمان عملیات پول و پوش انجام بدن روش. بریم یه سناریو با همدیگه ببینیم. من ساین این میکنم داخل گیت هاب. بعد از اینکه ساین این بکنید یه همچین صفحه رو میتونید، شاید یه ظاهرش برای شما با من متفاوت باشه. یه دکمه سبز رنگ اینجا هست، یه دکمه به اضافه هم اینجا هست. خب میتونید اینجا ریپوزیتوری درست کنید. من یه دونه این سبز رنگ رو میذارم، یه ریپوزیتوری اینجا درست کنم. اسمش رو هر چی دوست دارید میتونید بذارید. من میذارم گیت کورس رو پابلیک باشه. اینجا میتونید یه دیسکریپشن براش بنویسید. This is remote repo for DevOps course مثلا. خب فایل ادمین اضافه کنم، اینم بذارید گیت بوک. این چیه گیت ایگنور؟ شما میتونید یه سری فایل ها رو پروژهتون از گیت ایگنور کنید که گیت ترکش نکنه و کریت رو میزنید. بعد از چند ثانیه ریپوزیتوری شما درست میشه. خب حالا فرض کنید این یه پروژه است، کلی هم فایل توشه. فرض کنید من میخوام این پروژه رو بیارم رو سیستم خودم داشته باشم. چجوری بیارمش رو سیستم خودم؟ برای این کار این دکمه سبزنگ رو اینجا میبینید، اینجا چه یه سری آپشن به ما میده. خب هم میتونید فایل زیپ پروژه رو دانلود کنید، هم یه گزینه رو که با ویژوال استودیو کد اصلا بازش کنید. اما ما این لینکر رو کپی میکنیم، این بهتره. میخوام کلون بکنیم اصطلاحا. میرم گیت بش رو باز میکنم تو همون دایرکتوری که میخوام پروژه رو بیارم، گیت بش رو باز میکنم. خب پس که من میخوام پروژه رو اینجا ذخیره کنم، کلیک راست گیت بش رو باز میکنم، مینویسم گیت کلون و یه داش بی میذارید، یعنی برنچ، برنچ مین، برنچ پیشفرض تو گیت هاب مینه. بچه ها کنید مین، حالا راجع برنچ بعدا صحبت میکنید. بعد کلیک راست اون آدرس رو اینجا پیست میکنید، اینتر رو میزنید. الان این ریپوزیتوری گیت کورس میاد روی سیستم شما، اومد اینجا و اون دوتا فایل هم داخلش هست. خب حالا من برم اینجا یه فایل اینجا اضافه کنم، بعد میخوام این فایل رو بیارم توی پروژه سیستم خودم. یه فایل اینجا اضافه میکنم، اسمشو میذارم تست، اینجا میذارم ریموت تست فایل دات تی اکس دی. دیس فایل جنریت این مثلا ریموت ریپو. بعد کامیت میکنم فایل رو. خب این فایل اینجا اضافه شد. من میخوام این فایل رو بیارم تو سیستم خودم. چجوری این کار میکنیم؟ ما یه پول داریم یه پوش. اینجا باید پول بکنید. از
ریموت به لوکال میشه پول، از لوکال به ریموت میشه پوش. خب میام اینجا میگم گیت پول، آه از میخوام من هنوز نرفتم توی اول، بیاد اینجا کلیر میکنم اینو. خب حالا گیت پول، نگاه کن این فایل رو آورد اینجا ایناش. حالا بالعکسش رو میخوام انجام بدم، میخوام از لوکال یه فایل اینجا درست کنم بفرستمش بره تو ریموت. یه فایل اینجا درست میکنم اسمش رو میذارم لوکال تست فایل، هیچ هم داخلش نمینویسم، مهم نیست. خب حالا چجوری این کار رو میکنم؟ با دستور گیت پوش. خب اول گیت اد رو میزنم که ببرمش تو استیجینگ، بعد گیت کامیت داش ام یه چیزی داشت میزنم اد لوکال تست فایل تو ریموت ریپو. خب الان گیت استاتوس رو ببینیم. خب اوکی، حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اینو پوش بکنیم. دستورش چیه؟ گیت پوش. خب دستور گیت پوش اینتر. ازتون یه چیزی میخواد الان. خب هیچی نخواست، از من هیچی نخواست. خب ولی از شما یه چیزی میخواد. از شما چی میخواد؟ از شما میخواد که داخل گیت هاب برید لاگین بکنید. من چون از قبل این کارو کردم ازم هیچی نخواست. حالا یه نکته، چجوری لاگین بکنیم؟ به جای لاگین یه راه دیگه هم هست. به جای لاگین میشه یه کار دیگه کرد. چی کار میکنید؟ میاد اینجا توی سیتینگ، میرید توی SSH Generate SSH Key میزنید، SSH Key. بعد این گزینه رو انتخاب میکنید، ویندوز و مک و لینوکس تو هر سه تا توضیح داده چی کار بکنید. این دستور رو کپی میکنید. من چون یه بار قبلا انجام دادم کلیر پیست، بعد آدرس ایمیلی که باهاش یادتون باشه جلسه اول یا دوم بهتون گفتم ست کردید و میزنید اینجا. یه فایلی رو درست میکنه توی یه جایی از سیستمتون. خب اینتر اینتر میره جلو. این فایل رو، این فایل رو با دستور کت میخونید. خب بعد چی کار میکنید؟ مال شما با ما قطعا فرق داره. کپی میکنید اون فایل رو، میارید این یه تیکر رو کپی میکنید، میاد اینجا این نیو SSHQ میزنید، یه تایتل براش میذارید، اونو اینجا کپی میکنید. خب بچه نیا کن اینجا خودش میگه، میگه با این شروع میشه. گفتم با مال شما با ما فرق داره دیگه، احتمال مال شما با این SSH-RSA شروع میشه، از اونجا کپی کنید تا اون آخرش رو کپی کنید بندازید اینجا اد بکنید. اون فایلی که کت بکنید بچه ها، فایل سه تیکه داره، اولش نوشته SSH داش یه چیزی، بعد جلوش یه استرینگ بلنده، آخرش هم ایمیله. ایمیل رو ول کنید، اون یه دو تیکه اولش رو کپی کنید بیارید اونجا بندازید و یه SSH کی درست بکنید و بعد از اون دیگه این لاگین رو ازتون نمیخواد. خب حالا من داشتم چیکار میکنم؟ گیت پوش کردم دیگه. نیا کنید فایل اومد اینجا، من برگردم اینجا، توی اینجا بودیم، این فازتور بودیم. نیا کنید این آشیش، این فایل لوکال هم اومد. خب حالا اجازه بدید من فایل لوکال یه تغییری بدم. This is local test file. خب
بیم اینجا git status. میبینید میگه یه فایلی هستش که تغییر کرده. git push رو میزنم، اسمش git add رو میزنم، git commit dash m. یه چیزی هم بگم، شما میتونید dash am بزنید، این دستور رو دیگه ننویسید git add. am هم add رو انجام میده هم commit رو انجام میده، دوتاشو با هم اگه خواستید میتونید توی یه دستور انجام بدید. یه میزنم براش change in local test file و git push. الان فایل اینجا هم عوض میشه. نکنی ناش. خب این از این. بریم بیام جلسه بعدی میخوام یه کوچولو راجع به برنج صحبت بکنیم و بحث رو بدیم.